تخمه این گونه افراد رو که ازشون جمهوری اسلامی و عناصرش مونده میخوام برای شما بگم. دیگه تلفنم جواب نمیدن، نه همراه نه غیر همراه، دوست دشمن هر کس زنگ بزنه پاسخ نخواهم داد. به حسین پررو که از تخمه نجس تازیه و تمام یارقاراش دراز و کوتاه و همه به همشون میگم که اینم خاموش میکنم که دیگه زیاد این چونه چون نکنه، همونه که صدای زن در میاره همین حسین پرروی نجس این و یارقاراش. ببین این تلفن هم خاموش کنیم که بره پیکارش. بعد هر کدوم رو زنگ بزنه خاموش میکنیم، برای اینکه میخوام مطالب جالبی رو امشب برای شما بگم که این کتاب رو من میخوام با شما مقایسه کنم برای شما با مطلبی که من همواره از تاریخ برای شما گفتم. ببینید این کتاب چیه؟ خط نویسیشون اون وقتی شروع کردن یاد گرفتن اونجوری بوده، جزیره العرب قبل الاسلام. خب حالا میبینیم این بخش چرا در تازینامه آیه میاد که من بارها براتون گفتم که حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت امهاتکم التي ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعة و امهات نسائکم و ربائبکم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، حرام بر شماست مادرتون، دخترتون، خواهرتون، چه میدونم پسر خواهر، دختر خواهرتون، دختر برادرتون، نمیدونم اونی که همشیر شده با شما، همه اینها رو که در تازینامه آمده من بارها برای شما یه چیزی رو گفتم. وقتی این بند از تازینامه رو براتون خوندم که این به اصطلاح قانونی صادر میشه که آقا مادرت، خواهرت، فلان فلان بر تو حرام شد، و بارها به شما گفتم تا اون تاریخی که این بند، بخشنامه یا به اصطلاح قانون این چنینی آمده، و این قانون رو هم خب میدونیم که سلمان به این هر لقمه که این تخم ترکه حرام ازش موندن میرسونه، تا اون موقع عرب ها با ننشون، خواهرشون، عمشون، خالهشون، دخترشون، دختر برادر، دختر خواهر، دختر نمیدونم هر کس که همشیر، همه اینها میخوابیدن. یعنی تخم عرب تا موقعی که این بند رو سلمان به محمد تازی میگه تماما تخم حرام بوده. این سند رو من جلوی شما میگذارم، انواع نکاح در عرب رو میگه. این کتاب هست جزیره العرب قبل الاسلام، یعنی این قانون تا قبل از موقعی است که محمد ارباب سلمان بهش یاد میده که بابا ای به آدم با مامان خودش، با خواهر خودش، با برادر خود، چه میدونم برادر فلان اینا هم خوابگی کنه، با پسر، با دختر برادر، دختر خواهر فلان فلان اینا هست. تا زمانی که اینو سلمان بهش میگه اعراب این کار میکردن، و هیچ بعید نیست که محمد و جد و آبایش دقیقا شامل این قانونن. یعنی محمد شاید بچه دایی خودش باشه، شکی نداره، شاید بچه بردرزاده خودش باشه، شاید بچه خاله خودش باشه، چه میدونم بچه هر خری میتونه باشه، بجز اینی که حلال به این شیوهی که بعدها این قانون میاد در تازینامه سلمان صادرش میکنه. خود محمد و علی و تمام ایل تبارش همینجوری بودن. ببینید، یک، نکاح تعدد الازواج به نسبه للمرأه، یعنی ازدواج تعدد همسر، یعنی یک زنی میتونسته همسران متعدد داشته باشه. باز هم اجازه بدید من
اگر اون دوربین یک لحظه من جای خودم رو ترک میکنم اون دوربین رو باز کنم خب هو شکل من زواج جماعی یعنی نمونه ای از ازدواج دست جمعیه و ذلک ان یجتمع الرحت ما دون العشره فیدخلون علی المرء كلهم یصیبها ایه یتوها انرد منها فتوات بینهم و بینهم یعنی دست جمعی مردان میتونستن با یک زنی باشن اسمشم میذاشتن ازدواج دست جمعی حالا اسمش ازدواج هم نبود بالاخره حالا این دیگه ازدواج نه ازدواج یعنی جفت شدن زوج یعنی جفت دیگه یعنی جفتگیری کردن دست جمعی این یک فاذا حملت و وضعت و مرت لیال بعد ان تضع حملها وقتی حامله میشه و به دنیا میره و فلان ارسلت علیهم فلم یستطع رجل منهم ان یمتنع حتی یجتمع عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من امركم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان در اینجا این حق با زن بوده در ازدواج دست جمعی که وقتی حامله میشد خب معلوم نبود که کیه دیگه ازدواج ده نفر در یه ساعت اومدن با این زن بچه رو وقتی به دنیا میومد خودش به میل خودش به هر کدوم میداد این مال تو دیگه این بچه توه فیلحق به ولدها لا یستطیع ان یمتنع اولاد به او ملحق میشد و نمیتونست ازش امتناع کنه به لا یستطیع ان یمتنع به الرجل مرد نمیتونست از این بچه که زن فرسته بود زن با 20 تا 100 تا خوابیده بود و حامله شده بود بچه رو میفرستاد محمد هم یکی از همین هست محمد و جدادش همین نبودن دیگه این حرومزادایی هم که میان زنگ میزنن از همین تخمه ها هستن این رو من ایرانی ملت ایران ننوشتم این رو خود عربه نوشته گذشته و پیشینیانش تا پیش از این که اون آیه رو یا اون بند رو سلمان به محمد آموزش میده که آقا چه عیبه که طرف با ننش بخوابه با خواهرش بخوابه با عمش بخوابه با خالش بخوابه این ها زشته منعش کن که اون وقت بعد از تازه 40 سالگی محمد این آیه میاد که در 40-50 سالگیش میاد که آقا با مادراتون با خالهاتون با عمهاتون با خواهراتون نخوابید ولی این ملت که اون اشرار آدم کش ازش به وجود میاد این چنین نظامی داشته یکیش دو الثانی نکاح المتعة ازدواج متعة حالا هو الزواج الى اجل یعنی ازدواج تاریخ داره میگه خودش در اینجا میگه این یک قانون عرب بدو بوده که حالا امروز آخوندها در ایران این قانون رو باب کردن برای ما درست گوش کنید و یبدو ان نکاح المتعة کان من عادات العرب و واسع الانتشار فی الجاهلیه ببینید یعنی این نوع متعه که همین صیغه است که امروز در ایران آخوندها رواج دادن میگه یبدو ان نکاح المتعه کان من عادات العرب و واسع الانتشار فی الجاهلیه این ازدواج متعه از عادتها و تقالید و آداب و رسوم عرب جاهلیه بود و بسیار هم منتشر بود حالا اینها نگاه کنید تقصیر من نیست تا اگر آخونده اومدن صیغه در کشور ما باب کردن اینم یکی از سنت های جاهلیت نگاه کنید براش شاهد تازینامه ای هم میاره یعنی فمستطعتم به من هنه فعتو هنه اجور هنه که دستمزدشون رو بهشون بدید این متعه ها رو همون صیغه است که امروز رژیم ننگین ناجمهوری ایران اسلامی در جامعه ما ساخته و میگه للفقها فی الاسلام بحث فی المتعه
برای این فقیهان یعنی آگاهان اسلام بحث هست در مورد متعه، از لا تزال معروف فی بعض المذاهب، و همچنین از همون دوران جاهلیت در بعضی از مذاهب معروف و موندگار صیغه، که از جمله در کثیرترین مذهب اسلام شیعه این پابرجاست. من دوافع هذا الزواج و تنقل الاسفار و الحروب، میگه به خاطر اون جنگا و فلان اینا بود، حیث یتر المرء الى الاقتران به امره لعجل معین على صداق، در مقابل پولی که میگرفت تا یک زمان معینی این زن با اون مرد به خاطر جنگا و فلان اینا عدم امکانات سکسی میمون باش. فاذا انتهى الاجل، وقتی که زمانش تمام میشد، انفسخ العقد، قرارداد فسخ میشد، یعنی خرید و فروش در حقیقت. اینم یه نوع ازدواجه. البته خیلی مفصل، من میرو سراغ این که نویسنده لاتینی امیانوس مارسیلینیوس اینجوری نوشته که ان العرب جاهلیه لم تكن تعرف زواجا مستمرا تربط فيها المرأة مع رجل معين. نوشته که عرب در دوران جاهلیه یعنی پیش از اسلام نمیدونست ازدواج دائم چیه و خودشو به زن مرتبط نمیکرد. همینجوری زن یه بدبختی بوده. امروز هم در جهان اسلام همونطوره. در این عربستان سعودی باور کنید، من دوتا از شاهزاده خانم های سعودی رو در مصر رو دیدم و روان شاد یکی از ایرانیانی بود که اونجا در خلیج فارس زندگی میکرد، امیری او هم بود. یکی از اینها در جشنواره اسکندریه با من آشنا شد و شدیدن هم به من علاقه من شده بود و منم فرار میکردم راستش، برای اینکه میترسیدم خودم رو بچسبونم به اینها، خطرناک بودن. داستان اون موت الامیره و این چیزها رو من شنیده بودم، فیلم هم ساخته بودن که یک شاهزاده اومده بود و خلاصه روابط پیدا کرده بود اینها، در نتیجه من خیلی فاصله میگرفتم. اینها از محرومیت های صحبت میکردن و به همین دلیل شما در همین لندن منطقه هست به نام میداول و نمیدونم کوینزوی، این منطقه شما میرید زنان عربی رو میبینید که هزار به تمام زنان انگلیسی و ایتالیایی و اون ویلگرده چه میدونم برزیلی و نمیدونم برزیلی و اینا همه گفتن برو وارو واکن که ما اومدیم. این محرومیت ها همه در اثر شرایط فرهنگیشونه براشون. بعد از این متعه که زمانی داره وقتی که تموم شد، میگه فاذا انتهى الاجل، زمانی که وقتش تموم میشه، انفسخ العقد، قرارداد تموم میشه، قرارداد فسخ میشه. یعنی آدما مثلا فرض کنید در جنگل یه شیر نری میاد یه ماده شیر رو میبینه، باش نزدیک میشه و بعد هم اگه یه ماده شیر دیگه رو داد دید اینو ول میکنه میره سراغ اون. یک خرسی، یک گاو وحشی، در گاو ها بیشتر این خاصیت هست که در عرب بوده. بعد میاد میگه که آقای امیانوس مارسیلینوس این چنین گفته که بله، عرب مقیدی به این نبود که خودش رو مربوط کنه ببنده به یه زن، همینجوری با پوزش بازار آزاد استفاده میکرد. این حسین پرروها و این جانوران اطرافش همه بچه های اون بازار آزاد هستن، اومدن حالا توی اروپا و یه دلشون بزرگ شده سازمان های تروریستی همین آقایون اروپایی ها هستن، حالا یا در انگلستان یا در فرانسه یا در آلمان، هر کجا اینا بزرگ شده اینجا هستن. بعد میاد سراغ نکاح زواق. من دونه دونه انواع ازدواج رو براتون میگم در عربی که تا پیش از اون آیهی که محمد میگه تا پیش از اون همه اعراب حرامزاده بودن و محمد بدون تردید حرامزاده بود. اگر حرامزاده نبود این همه شریر و جنایتکار نمیشد و پیروانش این همه شریر و جنایتکار نمیشدن که بیان به یک بانویی که داره کارش انجام میده
با ادب داره صحبت میکنه، چیزی نمیگه، بی ادبی نکرده، آمده درود میفرسته، یارو زنگ که میزنه ایشون با درود بر شما انجمن پادشاهی بفرمایید درود بر شما، او از اون ور دشنام میده. تفاوت این دو فرهنگه. اونی که این دشنام رو میده از تخمه همین نکاح های شیوه عربیه. نکاح هم با پوزش مصدرش در عرب سره از نیکاح اومده. با پوزش بسیار اجازه بدید براتون واژه از روشنش بکنم. فعل جماع در عربی رو بهش میگن نیک، یعنی انجام این کار رو، کردن این کار رو بهش میگن نیک. و این نیکاح بوده در اول و تبدیل شده در اثر کثرت استعمال به نکاح. و اون مصدرش مصدر، من تا امروز امشب چندین بار میخواستم برای شما واژه نکاح رو بگم که انکحتو و نکاح و نکاح کردن یعنی چه، همون فعله. اجازه میدید بچه ها گوش نکنن، من برای بزرگان باید بگم. شما با پوزش بسیار اجازه بدید بگم، یعنی من به راستی نمیخوام بگم ولی باید این مطالبی رو بگم بچه های کشورم بدونم. وقتی که یک مرد و زنی میگن بیا چیکار بکنیم، بیا بکنیم، این در عربی این فعل رو بهش میگن نیک، با پوزش بسیار. فعل نکاح این نیکاح بوده که برای این که یک خورده حالت اون نیک رو که واژه بسیار زشتیست در عرب اینها بکوبن، آمدن نکاحش کردن، یه رو برداشتن کسره براش گذاشتن. در ادب سره عرب نیکاهه که همون نیک یعنی فعل عمل جنسی انجام دادن. بعد میگه نکاح زواق. دو نوع نکاح رو براتون گفتم، یکی نکاح متعه، یکی نکاح تعدد ازواج رو که زن میتونست مردای زیاد داشته باشه، آخر سرم میومد بچه رو به هر کدوم که میداد او حق نداشت رد بکنه، میگرفت ازش. دومی اون بود که زن برای یک مدت خودشو میفروخت به مرد، مثل قانون جنگل که امروز هم رژیم در درون میهن ما به خاطر فقر بسیار این رو رایج کرده. مرحله سوم نکاح زواقه، یعنی همون عمل جنسی انجام دادن که نامش هست زواق. خب این هم نکاح زواق. حالا بگیم ببینیم نکاح زواق چیه. اینا تا پیش از اون آیه است که سلمان به شاگردش میگه اینو بیار که این همه مصیبت، اینا این تخم حروم های عرب، اینها دنیا رو میبلن خراب میکنن. میگه وقد عرف هذا النکاح بانه کان یعقد من دون شروط، این نوع ازدواج بدون شرط قرار گذاشته میشد. و یحل من نفسه اذا اراد احد الطرفین متى لم يعد يجد فيه لذة و ارتياحا. این بود که اگه دو نفر با هم بودن، هر وقتی که این زواق از ذائقه یعنی ذوق، ذوقیه، با هم قرار میذاشتن که هر وقت این یکی از روی که خوشش نیمد، لم یجد فیه لذة و ارتیاحا و الیه میلا و انعطافا، میلی و انعطافی و لذتی در اون طرف نمیدید، میگه با برو پیکارت دیگه. فقد روى عن ام خارجه انها جامعت اكثر من 40 رجل من 20 قبيله. عجب داستانیه. میگه ام خارجه روایت شده ازش که انها جامعت اکثر من 40 رجلا من 20 قبیله، که ایشون همخوابگی کرد این خانوم با بیش از 40 مرد از 20 قبیله. خب با بیش از 40 مرد از 20 قبیله نزدیکی کرد. این کتاب رو مطمئن باشید در ایرانی نمی صرفه که
رژیمی که آمده دوره ساسانی و اشکانی و هخامنشی و پیشدادی و کیانی و مادی ما رو نفی میکنه، میگه اصلا مادها وجود نداشتن، برای این رژیم ننگین اصلا نمیصرفه که بیاد این مطالب رو در جامعه ایرانی به عنوان آگاهی بده. اینا آگاهیه، ولی ما میگیم گفتن این قانون و مرام و مذهب و دین عرب رو به صورت یک، به قول ما لورابش میگیم خرزخل، یعنی سرگین الاغ در میاره. ما به سرگین الاغ به زبان لوری میگیم، بس چی میگیم؟ میگیم خرزخل ها، هی او خرزخل ای اسلام. بله، میگه که در این نکاح زواق اون موقعی که مطالم یجد فیه لذت و ارتیاح، که درش لذتی پیدا نمی کنه و راحت نیست ازش، خوشش نمیاد، میلن در این اطافن میل و این اطافی نداره، بای بای. فقط روا ان ام خارجه، در حقیقت روایت شده است از این خانم ام خارجه، انها جامعت اکثر من 40 رجلا من 20 قبیلا. این خانوم با بیش از 40 مرد از 20 قبیله همخوابگی کرد. قبیلا و نیفن من آباء المتفرقین، که اونها هم خود اونهایی که با این نزدیکی کرده بودن، اونها هم باباشون معلوم نبود کی بود. آخه سکان یعطیه الخاطب فیقول خطب فتجیب و نکه، اون کسی که میخواست اینا میمد میگفت که خاطر، اونم جواب میداد نکه، یعنی من رو فلان کن. نیکه نیک، یعنی من رو فلان کن. فقد ضرب المثل فقیل اسرع من نکاح ام خارجه. فرق نداریم، یک مثال اینجوری هم برای ما میده، و کان نکاح زواق او النکاح الى عجل شائعا فی بعض القبائل المتوحشه، در میان قبائل متوحشه شیوع داشتین، بسیار زیاد بود. حالا میاد میچسبونتش به این که میگه در آمریکای شمالی هم این نوع چیزها هست. حالا در قبیله هورون میگه اینجوری هست، حالا میخواد برای خودش مشروعیت، حالا چه ربطی داره؟ اونا مگه ملت های خیلی متمدنی هستن؟ اونا کشوری هستن، کشورشون اصلا 200-300 سال هم عمر نداره. بعد میاد شماره 4، نکاح الاستیضاح. ببینید اینو، حالا برای اینکه من یکی یکی همه اینا رو برای دوستان و فرزندانم میگم و بچه های من در ایران اینها رو، این هم نکاح استیضاح. حالا چیه؟ یعنی همخوابگی به که این رو نامش رو گذاشتن استبداع، ببخشید استبداع. کل رجل یقول لامرأت اذا تحرت من تمتها ای هیده ها، یعنی وقتی که زنش از اون حالت قاعدگی ماهانه خارج میشد بهش میگفت ارسلی الى فلان احد الاشراف او الزعماء فاستبدعی منه، برو پیش فلان آدم اشراف و دارها، از اونا حاملشو مثلا. افتخارش این بوده که آدم معلوم نیست محمد تازی از کدوم یکی استبدا شده، که برو پیش فلان پایپه فلان کس استبدعی منه، ای معناش اینه که ای اطلبی من حجما، ازش همخوابگی بخواب، برو پیش اون آقای سرقبیله و سردسته اون قبیله، اطلبی من حجما. براتون اینا رو من اول میذارم جلوی دوربین که ببینید، من این واژه رو براتون میخونم، از اون سردسته قبیله سرگروه چندان فلان تله گنده بخوا که باید همخوابگی کنه. لتحملی من هو والمبادعه، یعنی همخوابگی کن و ازش
و المبادع المجامع مشتق من البدع و هو الفرج و یعتذرها زوجها. بعد از اینکه همخوابگی میکرد اون همسرش دیگه کاری باش نداشت، جدا نمیشد ازش، یعتذر یعنی معذولش میکرد، کنارگیری میکرد ازش. ولا یمسها ابدا حتی یتبین حملها، دست بهش نمیزد، اینو میفرستد پیش یارو حامله بشه، اما خب معلوم مطمئن نبود که حامله میشه دیگه، دست بهش نمیزد، مدتی نزدیک نمیشد با این زن تا این کاملا روشن بشه که این زن حامله شده. حتی یتبین حملها من ذلک الرجل الذی تستبدع منه، این مردی که این ازدواج استبداع رو کرده، یعنی همخوابگیه به خاطر اینکه اون مردی از قبیله مهم یا آدم کلگنده است، نه به خاطر میراثش، چون عربه، محمد از همین بچه های استبداع بوده، علی هم همینطور، اینا خانواده نداشتن، خانواده رو بعدن ایرانی ها براشون درست کردن، آخوندهای هارون‌زاده برای اینا درست کردن. خود تازینامه مصدر این همه تاریخ کثیف این هاست. آقا من با حضرت عباس من ننوشتم حسین پر رو بچه پر رو به جان ننت من ننوشتم، به جون اون همسرت که بدون فکر ما شبا خوابش نمیبره، خودت گفتی ها، من بهش درود میفرستم، درود به همسرت، به جون خودمون که میدونم تو گفتی به من خیلی علاقه منده، منم به همین دلیل حسین پر رو بهش خیلی علاقه منده، من احترام متقابل میذارم. خودت گفتی شباب تا برنامه شما رو کامل گوش نکنه نمیخوابه، من از راه دور میبوسمش همسر تو، خوشت اومد حسین پر رو. حالا میخوای دوباره زنگ بزنی به بانو روزیتا و هر کاری میخوای بکنی بکن. بله، خلاصه این نوع دیگر ازدواج اینه که آقا زنشو میفرستاد پیش احد الاشراف او از زعما، یکی از اشراف یا از سرکردگان، تا با او بخوابه، بعد خودش مدتی دست بهش نمیزد تا این بچه به دنیا بیاد معلوم بشه. فاذا تبین حملها اصابها زوجها اذا احب و انما یفعل ذلك، حالا چرا این کارو میکرد؟ و انما یفعل ذلك رغبتا فی نجابت الولد، یعنی زنیشو میفرستاد یکی از اشراف و سرکرده ها باش بخوابه بچه دار بشه، برای اینکه دنبال بچه به اصطلاح نجیب میگشت، یعنی عرب خودش نمیتونست برای خودش بچه نجیب درست کنه. محمد یکی از همین استبدائی هاست، تردیدی نداشته باشید، جنایتکار بودنش، فتواهاش، یورش هاش به ملت های به مردم بیگناه، یورش هاش به قوافلی که اصلا باش کار نداشتن، دزدی هاش، تجاوزش به ناموس مردم، بدون تردید که از این بچه های استبداع بوده. بله، و یونسه بالولید علیه، و خلاصه خوشحال بود که زنش رفته باشه سردسته گروهی سرگروهی خابیده و بچه دار شده ازش، و حالا بچه اسمش مال اینه، اما بچه اون یاروه. اینم و اذن فی نکاح الاستبداع کان الرجل یرخص لامرأته ان تجامع احد اشراف القوم او غیر من اهل القوه و النجابه. این رو اجازه میداد خلاصه مرد زنش که بره با یکی از اشراف و سردستگان قوم بخوابه و براش بچه درست کنه. اینم البته خیلی مفصله، من دیگه حالا فلان کس چی گفته و رب المیدان حکایات درب بیه المثل بالاستبداع منها ان امرأة رأت جاریت ابن سلیت و کان رجلا وسیما فمکنته من نفسها و حملت منه فلما علمت امها لامتها ثم رأت جمال جاریه فعذرت ابنتها و قالت فلان. یه زنی رفت و پیش فلان و مادرش بهش سرزنش کرد که چرا رفتی پیش اون فلان حامله شدی، و بعد وقتی
دید اون مرد وسیم بود، یعنی خوشگل بود، خوشهیکل بود، فهمید چیکار کرد. بعد وقتی دید من برم بله نفالت خلاصه جمال جاریه فعض دارد ابنتها، وقتی جمال اون به اصطلاح مرد رو دید که مرد خوش هیکل و زیبایی بوده، از زنش از دخترش معذرت خواهی کرد که چرا بهش اعتراض کرده. این هم نکاح استبداع بود که بدون تردید محمد یا علی هر دو و باباهاشون ابو طالب مبو طالب همه از همین نکاح ها به دنیا اومدن. چرا؟ چون قانون منع این نکاح در سن 50 سالگی محمد میاد، یعنی این گونه نکاح ها وجود داشته. و اینکه در تازینامه هم میگه و اتوهن اجورهن بالمعروف، همینه، یعنی پولشون رو بهشون بدید وقتی میخوابید باشون. بعد میاد سراغ نکاح الخدن یا خدن و هو اتخاذ اخلاء فی السر، اینم نکاح الخدن. بهتون گفتم امشب برنامه مطالب جالبی رو براتون میگم، سر شب نگفتم، گفتم دیگه از این جالبتر چی میخواستید بدونید. بعد حالا میریم سراغ اون آیه که بعد آقا بعد از همه اینها در سن 50 سالگی محمد این آیه میاد که بابا با مادر و خواهر و خاله و عمه و نمم دختر برادر دختر خاله و اینها نخوابید. تا اون موقع این کارا باب بود و محمد هم جزء همین خانواده است و از همین هم خوابگی ها به دنیا اومد، علیش هم همینطور، ابو طالبش هم همینطور، همشون همینطور. این قافله‌ای بوده در یک چنین جامعه‌ای با یک چنین قوانینی، به خصوص که محمد که باباش هم یتیم شد و فلان، اینا معلوم نیست اصلا از کدوم استبداع بوده. حالا اتخاذ اخلاء فی السر که ان یتخذ رجل صدیق له، مرد برای خودش دوست میگیره، او تتخذ المرأة صدیقا لها، یعنی با اینکه زن برای خودش یه دوست میگیره، و یتم نکاح الخدن به تراد و اتفاق بین طرفین. و این ازدواج خدن با رضایت طرفین صورت میگیره چون دوست گرفتنه. هی من اتخذ صدیقا واحدا، هی من اتخذت صدیقا واحدا، که فقط یه دوست میگیره، فقط اشیر الهی فی قرآن کریم و اتوهن اجورهن، در قرآن هم میگه که دست مزدشون رو بهشون بدید، به دوستی میگیرن فقط و باید مزدم بدن برای این دوستی. فا اما میگه که فنکاه الخدن فی نظر القرآن و المفسرین شکل من اشکال زنا فی الجاهلیه. حالا چرا؟ چون این قضیه امروز در غرب هم اومده و در غرب خوب دوست پسر دوست دختر میگیرن، میگه این از دیدگاه مفسرین و به اصطلاح این خدن، این نکاه اینجوری که دوست گرفتن هستش، این از نظر مفسرین شکلی از اشکال زناست، زنایی که در جاهلیه بوده. فقط برد فی تفسیر المنار از زنا الخاص سری هو ان یکون للمرأه خدن یزنی بها سرن، که یعنی برای زن دوست پسری باشه و یزنی بها سرن، باش پنهانی زنا بکنه. این رو به حساب زنا گذاشته دیگه. حالا برای اینکه این چون این کاریست که اون موقع عرب ها میکردن، حالا خب غربی ها هم این کار رو انجام میدن از گذشته دور، این سنتشون بوده، اصلا دوست میگرفتن به جای اینکه ازدواج بکنن، قضیه رو در همون دوستی خاتمه میدادن. بعد میاد ششمی میشه المدامده من الضمده، این هم نوع ازدواج مدامده. بفرمید خب این هم ازدواج نوع
من الضمد وهو ان تتخذ المرأة ذات زوج خليلا غير زوجها. غير جالب اینم مال موقعی است که زن به جز همسرش یه همسر دیگه میگیره. اینا سنت هایی بوده که حالا این درازگوش، من چرا اینا رو میگم؟ برای اینکه این درازگوش زنازاده نجسداده و اون بچه تودهی که میاد تاریخ ایران رو میخواد همه رو نفی کنه، بره تاریخ پدری تازیشو بخونه این هرونزاده. به شما هم نشون دادم، ببینید این کتابه. خوبه؟ بله. میایم سراغ المضامده من الضمد که معناش میکنه هو ان تتخذ المرأه ذات زوج خلیلا غیر زوجها. یک زنی که شوهر داره میتونه یک خلیل، یک یار، یک دوست، یک همخوابه غیر همسر خودش بگیره، او خلیلین یا دوتا و اکثر یا بیشتر. عرب دیگه، محمد مامانش همین کارو کرده. این هرومزاده هایی که امروز تو کشور ما موندن و هیچ ثباتی در ایرانیت و انسانیت ندارن، مثل حسین پرروها که اون فکسو که من برای شما خوندم میگه این حرامزاده کثیف، این در زندان برادر این دختر ایرانی رو کشته و کاملا مشخصات چه گفته بود و در زندان بدنهای زندانی ها رو تیکه تیکه میکنه این حرامزاده. خب این باید از همین به اصطلاح مدامده باشه مامانش دیگه. مامان جونش از همین اهل زنان امرأت الضمد باشه، من الضمد باشه. یعنی مامانش علاوه بر باباش چند تای دیگه هم ذات زوج، این مامانی که همسر داره مال این آقا که همسر داره، خلیلن غیر زوجها، یعنی یه مرد دیگه غیر همسرش رو بگیره، او خلیلین یا دوتا و اکثر یا بیشتر. و فی الجاهلیه العربیه کانت المضامده تطلق على معاشره المراه لغیر زوجها. واژه المضامده در دوره جاهلیت، در پیش از اینکه اون آیه میاد در تازینامه، تا اون موقع جاهلیته. وقتی اون آیه میاد دیگه آگاهیت میشه. ببینید میگه در اون موقع تطلق، این اطلاق میشد، على معاشره المراه لغیر زوجها. این واژه مضامده به معاشرت و همخوابی زنی به غیر شوهر خودش اطلاق می شد. و کانت تلجع علیها نساء القبائل الفقیره ایام القحط. حالا اسم می ذاره که زنان قبائل فقیر موقعی که چیزی گیرشون نمی اومد می رفتن با مردای دیگه می خوابیدن، برای آقا پول می آوردن. این کار در کشورهای عربی فقیر امروز هم بابه و در اسلامی دیگه، در ایران ما هم شوربختانه این کار رو کردن. یعنی زن ایرانی همسر داره، بچه داره، ولی میره خودشو میتروشه برای اینکه لقمه نانی بیاره توی خونه، و اون همسر بیغیرتش هم خب پا نمیشه به جای اینکه زنش رو بفرسته این کار بکنه، یه چیز به خودش ببنده، اونجایی که این شیپیشک میاد بره بنگ بخوره بهش، هم خودش رو خلاص کنه، همون شیپیشک رو و هم شر این جانورها رو از سر مردم ایران بکنه. خلاصه و تقصیر اینجا میذاره به گردن فقر. هفت، نکاح البدل. این هم میریم حالا سراغ نکاح البدل. ببینید خب پوزش میخوام از اینی که گاهی تصویر ما میپره از این دوربین به اون دوربین که میشیم میخورده جفتک میندازه، ولی خب اینا صفحاتش این کتاب شغل میکنم، هر کی میخواد من کلی شد که حالا ما وقت نداریم که همه اینو خاله فلان هم اینجوری رفت این کار کرد و جاریه خانم 40 تا مرد داشت و 20 تاش از 20 قبیله بود فلان، اینا رو ما اصولش رو برای هم میهنان میگیم زیرا که هدفی بالاتر و بالاتر بریم میخواییم بهش برسیم. بعد نکاح بدل میگه کان رجل فی الجاهلیه العربیه یقول رجل انزل لی ان امراتك انزل لك ان امراتی. این ازدواج
بدلی بود، بدل یعنی رد، یعنی به اصطلاح میگه مرد به مرد دیگری میگفت که زن تو من بده، من زنم به تو بدم. اینا همه تمدن عربی ها، انزلی ان امرأتک انزلک ان امرأتی، از زنت تنازل کن، زنتو به من بده، منم زنمو میدم به تو. او بادلی به امرأتک ابادلک به امرأتی، یا تبدیل میکنیم، من زنمو میدم به تو، تو زنتو بده به من. و عادت تبادل زوجات کانت معروفه ایضا عند بعض القبائل الافریقیه و عند سکان جزر الهوایی. میخواد یه خورده حالا خب ماسمالیش بکنه که این در بعضی از قبایل آفریقایی هم این مبادله زن وجود داشته و برخی از ساکنین جزیره های هاوایی هم این بوده. خب میریم سراغ هشتمین مرحله. هشتمین مرحله نکاح شغار. اینم نکاح که من امیدوارم معنی نکاح رو وقتی واژه درستش رو براتون گفتم، مصدری که از کجا آمده رو گفتم، امیدوارم شما بهش توجه داشته باشید. نکاح شغار شکل من نکاح البدل، اون هم نمونه است، شکلی از اشکال همون نکاح البدله که مرد و زن، این مرد به اون میگفت بیا به زن منو بگیر، من زن تو رو میگیرم، با هم عوض بدل کنیم. و هو ان یزوج الرجل ابنته على ان یزوج الاخر ابنته لیس بینهما صداق. این دخترشو میداد به اون مرده به شرط اینکه اونم دخترشو بده به این، مهریه ندن دیگه. یعنی دخترشو جای مهریه میداد به اون، اونم دخترشو جای مهریه میداد به این. درست توجه کنید. هو ان یزوج الرجل ابنته على ان یزوج الاخر ابنته لیس بینهما صداق. یعنی این آقا دخترشو میده به اون آقا، صداق ازش نمیگیره، به جای صداق چی میگیره ازش؟ به جای مهریه دختر اونو میگیره، اونم برعکس همین کارو میکنه. اینم و غیر البنات مع الاخوات و بنات الاخ کالبنات فی ذلک، و غیر دختر شخصی خودش با دختر برادر و دختر خواهرش هم این کار رو میتونست انجام بده و مبادله کنه. و عرف بعدهم شغار به کسر شین، یعنی برخی همین شغار رو به همین واژه‌ای که من تلفظ میکنم با کسره‌ای که در زیر شین گذاشته میشه، یعنی شغار و شغار نیست، شغاره. نکاح فی الجاهلیه، این شغار ازدواج در عصر جاهلیه است. و هو ان تزوج رجل امرأة ما کانت علی ان یزوجک اخرى بغیر مهر. همین. و خست بعدهم به الخرائب، اختصاص دادن بعضی ها این رو به نزدیکان، یعنی ممکن بود که آدم های دور هم این کار رو بکنن، ولی خب اختصاصش دادن به نزدیکان. لا یکون شغار الا ان تنکهو ولیتک الا ان ینکهک ولیته، همون چی کسی رو که تو ولیش هستی بده به این، اونم کسی رو که ولیشه بده به این یکی. و کان رجل یقول رجل شاغرنی ای زوجتی اختک او بنتک او من تلا امرها حتی ازواجک اختی او بنتی او من الا امرها. همون مبادلهی رو که در اونجایی که میرفت زنشو میگو بد میدم، اینجا روی خواهر میگه، روی خواهر و خواهرزاده و نزدیکان میگه. مرد میرفت میگو و کان رجل یقول رجل، مرد به اون مرد دیگه میگفت شاغرنی، همون بیا شغار بکنیم، بله، ای زوجتی اختک او بنتک، یا خواهرت یا دخترتو بده، ما خواهر دخترمون میدیم به تو، بله. ولا یکون بینهما مهر، اینو به جای مهر میگذاشتن. و قد نهى الاسلام عن هذا الشكل من الزواج لا شغار في الاسلام، یه اسلام این نوع زواج رو هم کنار گذاشت. بله دیگه اون آیه که میاد، اون آیه تحریم که حرمت علیکم امهاتکم نمیدونم اخواتکم بنات
خالاتکم عماتکم بنات الاخ بنات الاخت از این حرفا، اون آیه یا اون بخشنامه‌ای که میاد این قوانین رو پس میزنه. این فرمان سلمانه، سلمانی که حالا میخواد شکل بده به این عرب ها و میخواد قشون بسازه. بعد از این میاد سراغ زواج المقت یا مقت، اینم شماره نوه. حالا ببینیم انواع این ازدواج ها بسیار زیاده در عرب، اینا مال عرب هست دیگه. حالا بجز اظهار نظر این حرومزاده ها در مورد گذشتگان ما، شما در هیچ کجای تاریخ نمیتونید ببینید که ایرانی ها این چنین لجام گسیختگی رو و بی‌حرمتی رو نسبت به زن داشتن. پادشاهان ایرانی زن بودن، مرزبانان ایرانی زن بودن. ببینید این هم خوب دیدید که هو ان یتزوج رجل زوجت ابی که جزء من میراثه. این هم اینطوری بود که مرد به عنوان بخشی از میراثش با همسر پدرش ازدواج میکرد. وقد تناوب ثلاثه من بنی قیس، قیس ابن ثعلبه، سه نفر از قبیله بنی قیس ثعلبه این کار کردن. امرأت ابی هم فعیر هم ذلک او سبن حجر تمیمی به یبدو ان هذا شکل من ازدواج کن ممقوتا من الاکثریه، این در میان اکثریت بود. و فی یثرب کان الوارث اذا لم یکن للمتوفی ابناء او اخوه یلقی صلبه علی المرأه فتكون عنده فی ملکه ان شاء تزوجها و ان شاء اضلها ای منها. بله این تصویر ما که بعد میبینیم که تازینامه این رمزمند میکنه ولا تنکحو ما نکح آباءکم من النساء، که دقیقا در تازینامه میاد. بعد میاد سراغ زواج سبی. سبی رو البته من بارها و بارها برای شما معنا کردم، چون ما ایرانی ها سبی شدیم، یعنی اسرای گرفتار تازی آمده. خب حالا سبی چیه؟ دقیقا میبینید که من وقتی بهتون میگم سبی، اسیران و زنانی که در جنگ ها به اسارت در میان اونا رو بهشون سبی میگفتن. عموما اسیر حالا یا زن یا مرد، اسیر رو بهش سبی میگفتن. کما اینکه بهزاد هم سبی بوده، پدرش هم اسیر بوده. و هو حق المحاربین المنتصرین فی النساء المحاربین المغلوبین، خیلی حق جالبیه. این حق جنگجوی پیروز بود که زن جنگجوی شکست خورده رو مال خودش بکنه، کاری که محمد میکرد. ببینید درست توجه داشته باشید، وقتی میگم محمد حرامزاده بوده یعنی از قوانین دیگر شامل حالش میشده، اما در زندگی خودش هر اسیری رو کشت در زندگی شخصیش. در زندگی شخصیش این آدم هر کسی رو که کشت، هر رئیس قبیله رو که کشت، دخترش رو گرفت. پس ببینید این قانون بدو رو محمد به کار می گرفته، این در حالی که پیغمبرم شده بود این کار رو می کرد. و هو حق المحاربین المنتصرین فی نساء المحاربین المغلوبین. و محمد حتی بعد از رسیدن به پیغمبری این کارو میکرد. حق جنگجوی پیروز اینه که زن جنگجوی شکست خورده رو ببره برای خودش. این زواج سبی بهش میگفتن، ازدواج اسیر. ولا یشترط فی هذا الزواج رضا الفتاة ولا رضا اهلها، و در این گونه ازدواج نه رضای اون زن، رضایت اون زن شرطه، و نه رضایت خانوادش. حالا ببینیم که این محمد هارون لقمه چقدر از این زنها طبق تاریخ داشته. دختر رئیس قبیله بنی قریظه نمونه بسیار جالبش، باباشو کشت، گردن زد در اون روز. دو برادرشو گردن زد، شوهرشو همون روز گردن زد، شبم برد باش خوابید. ولا یشترط فی هذا الزواج رضا الفتاة ولا رضا اهلها، در این گونه ازدواج
نه رضایت اون زن بیچاره مطرحه، نه رضایت خانوادش. این میگیره میبره، مغلوب کرده شوهر خانوادش رو کشته، میگیره میبره. و محمد این کار رو در بسیاری موارد کرده، این تاریخ تفسیر من نیست. ببینید حالا من در بحث دیگه هم منو جای دیگه نکشونید که بیام اینا رو نمونه هاشو براتون بیارم. چندین نمونه این تاریخ برای شما داده. بله، و یقع زواج سبی اذا لم یطلق سابی سبی بفدا او من و اذا لم یحررها قومها من انبه. و این سبی کسی که اگر قومش نتونه بخرتش یا آزادش کنه، خلاص اون میمونه دیگه. این هم که محمد هم که کسی رو راهی برای آزاد شدنش نمیذاش که کسی بیاد بخرتش از قوم خیشش آزادش کنه. همه قوم خیش طرف رو میکشت، زنه رو هم میبرد برای خودش. این به طور خلاصه من گفتم این سبی رو زواج اما. ببینید من از بس زیاد این شر و گرها در تاریخ تازی، درستی من احساس اینو میکنم که خیلی زیاد. خب بله، زواج الامام و هو ان یتزوج العربی من امته التي یعدها من متاع و ملک. ازدواج کنه از امت خودش که التي یعدها من متاع و ملک. فاذا انجب منها، پس اگر بچه دار شد ازش، اولادن لا یحق لهم ان یلحقوا بنسبه، حقی نداره که به نسب خودش برگردونن این بچه رو. بل یذل عبیدا له، بلکه این بچه ها برای او برده باقی میمونن. خیلی جالبه این. بل یذل عبیدا له و اما و قد یعتقها و یعتقهم اذا رقب فی ذلك. این رو هم البته خب خیلی مفصل در موردش ضرب المثل ها آورده، ولی ما چون میخوایم اینها رو تمام بکنیم. این ازدواج، نکاح المشارکه او زواج صواهبات رایات، اینم نگاه کنید، اینم هست نوعی از اینها همه تمدن اون قومی است که اومدن میگن کوروش با خالش ازدواج کرد. این رو حالا چرا میگن؟ میگه هادی هادی اسم خود به من نهادی، این یه مسئله دوریه. اینا این همه مصیبت رو که محمد بچه نکاح مشارکه و مبادله و همه این استبداع و غیره بوده، اینا رو ندیده میگیرن که خود محمد وقتی 50 ساله میشه به فرمان اربابش سلمان قانون میده که این گونه ازدواج ها نباشه. درست نگاه کنید. بله، نکاح مشارکه، نکاح المشارکه او زواج صاحبات صواهبات رایات و هو ان یجتمع نفر من ناس فیدخلون علی المرأه لا تمنع من جاءها من جاءها. یعنی مردم جمع بشن، همه با یک زنی نزدیک بشن، علی المرأه لا تمنع من جاءها، اونم من نکنه که هرچی میاد جلو باشه هر کاری میکنه. اینم مشارکه است دیگه. و هن البغایا کن ینصبن علی ابوابهن رایات الحمرا. اینا روی در خونهشون پرچم قرمز هم میذاشتن. صواهبات رایات همینجاست دیگه، رایه یعنی پرچم دیگه، پرچم قرمز میذاشتن. تکون علمن فمن اراده هن دخل علیه هن، این پرچم قرمز رو میذاشت، مشترک بود این دیگه، زن همسر اشتراکی، پرچم قرمز رو میزد، میومدن به نوبت شوهرش میشدن و میرفتن. خود مادر محمد و علی جز این صواهبات رایات هیچ بعید نیست که بودن. این ببینید عیب نبوده. فکر نکنید که ما میخوایم عیب بگیریم از مامان محمد یا مامان علی جون، نه، این سنت بوده، این قانونشون بوده
دلخور نشید از این که من میگم محمد وقتی میاد و بزرگ میشه و اینا و اربابش از اون ور مرزهای تمدن میاد پیشش، تازه به فکر میفته که حالا میرسیم بهش آیه یا بندی رو یا بخشنامه رو صادر میکنه که آقا حق نداری با مامانت و خواهرت و عمت و خالت و این و این و این و این بخوابی، تموم شد. ولی تا اون موقع اینجوری بوده. خود محمد هم یکی از این قربانی های قربانی شد نبوده، خب زندگیشون اینجوری بوده. بله، تکون علمن فمن اردهن دخل علیهن، این پرچم قرمز رو میزد که آگاه باشن مردم، هر کی میخواد بیاد تو و با این زنان همسری بکنه. فاذا حملت احداهن و وضعت حملها، حالا اگر این حامله شد و بچه‌شو به دنیا آورد، جمعوا لها و دعوا لهم القافة، و این همون کاری رو میکنه که من به شما گفتم، یعنی جمعوا لها و دعوا لهم القافة. قافة یعنی هم قیافه است دیگه. این کار رو در زمان مزدک، موقعی که مزدک آمد و زن رو اشتراکی اعلام کرد و نوشیروان با او جنگید و مزدکی ها رو داغون کرد، بعد آمد 8 سال موند تا این بچه ها از مرز 7 سالگی می گذشتن و در سن 8 سالگی از زن می پرسیدن چند تا مرد باد بودن، کیا و کیا و کیا بودن در هنگامی که این بچه باردار شده. اون لیست اون مردا رو، نام اونها رو میداد، میووردن بچه شبیه به هر کدوم که بیشتر بود به اون میدادن. اینم دقیقا همینه میگه. وقتی که این زن باردار میشد و به دنیا میورد بچه شو، دعولهم القافه، جمع میکردن این بچه شبیه هر کدوم که بود، ثم الحقو ولدها بالذی یرون فاستلحقو به، اولاد رو میدادن به اون کسی که میدیدن این شبیهش هست، به اون ملحق میشد. و دعا ابنه لا یمتنع من ذلک، اونو به صورت بچه میگرفت و امتنایی هم ازش نمیکرد. و الواقع ان نکاح المشاکره لیس زواجا حسب الاعراف و تقالید الشائعه عند غالبیت جاهلین و انما هو سفاه زنا، اما این در حقیقت میگه ازدواجی نبوده، این بازی نو زناست. حالا اینم خب خیلی مفصله. بعد از این خب ما انواع ازدواج ها رو در تا پیش از این که اون آیه رو محمد میاره داریم اینجا که زواج الاخوة بالاخوات والآباء ببنات، حالا اینم خیلی جالبه، ازدواج برادران با خواهران. این هم نکاح معروف و ثابت، و یبدو ان ذلک اعتقادهم بالضروره المحافظه على ملکیه و ثروة، این مال آدمای کله گنده بود که به ثروت و ملکشون میان خودشون باشه. این هم یه نوع ازدواج، چون دیگه گاه ما در حقیقت داره طولانی میشه. ایرانبانی گرم، این همون ام الاحزاب توده است. بله، این همون مال توده یاست، اشتراکی خالصه. بله، درو درته روشن شد. بعد خب این هم از ازدواج خواهر برادر بود که گفتم براتون. بعد میاد نکاح تعدد زوجات به نسب رجل، این هم یه جا بود که همسران زیادی رو زن میگرفت، اینجا نکاح تعدد زوجات به نسب رجله، که دیگه محمد عاشق این تیکه بوده و مونده براش. و طریقت و انیت زوج رجل عددن غیر محدود من نسا، که زن ازدواج کنه با تعداد بسیار زیادی از زنان، ای اکثر من زوج واحد فی آن واحد، بیش از یک زن در آن واحد داشته باشه هر چقدر میخواد. فهو فی هذه الحاله شبیه به تعدد الازواج به نسبه للمرأه، میگه این هم شبیه اونه که زنها هم تعدد ازواج داشتن اون موقع، ولی با اومدن محمد حد زنها خورده شد، زنها دیگه حق تعدد زوجات یعنی شوهرهای متعدد نداشتن، این مون دیگه برای مردان. بعد هم نوع دیگر از زواج البعوله او الاهادی و هو الذي كان شائعاً عند ظهور الاسلام و يتم و ان يخطب الرجل من الرجل ابنته،
فيصدقها بصداق يحدد مقدار ثم يعقد عليها. مرد از مرد بچهشو میخواست و بعد به هر روی صداقی میداد و فتقوم العائلة الأهادية على سيادة الزوج المطلقة في أسرة الرغبة الصريحة في بلاد أولاد تكون أبوتهم ثابتة لا جدال فيها. فقد أقر الإسلام زواج البعولة وأبطل أو نهى في جملة ما حرم أو نهى أشكال النكاح أشكال النكاح الآخر. إسلام إنه زواج البعولة رو همين است که امروز ما میبینیم که وجود داره اینو میگه قبول کرد. همینجاست که ما میبینیم بعد بخشنامه رو محمد صادر میکنه. حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم، حرام شده است بر شما مادرانتون و دخترانتون و اخواتکم، خواهرانتون و عماتکم و عمهاتون و خالاتکم و خالهاتون و بنات الاخ و برادرزادهاتون، دختر برادرها و بنات الاخت و دختر خواهرها و امهاتکم اللاتی. چون تمام این نسل از این نوع نجس بودن، این بود که سلمان دید که با این بلبش و این وز نمیتونن اینا حمله کنن بیان توی ایران. یعنی میدید که ایران از یک جهت مثل این که این از خواهر مادر خودش ترسید که بیان با خواهر مادر خودش، اما نمیدونست که این قوم بربری وقتی میاد دیگه قانون سرش نمیشه. و این است که در سن بالای 40-50 سال محمد این بند رو میاره که آقا مادرتون، خالتون، عمتون، دخترتون، خواهرتون فلان و فلان و فلان بر شما حرام شد. این فرهنگ تازیست از کتاب جزیرت العرب قبل الاسلام براتون خوندم. ببینید، امیدوارم که بچه های این آب خاک بهش توجه داشته باشن و این رو به عنوان یاد بود از من داشته باشید. این برنامه ها رو ضبط بکنید، سیدی بکنید، به همه بدید. این تمدن عربی است که حالا این درازریش و اون تخم تودهی حرامزاده اومده و نیاکان ما رو نفی میکنه برای حفظ این تمدن ننگین، این بربریت کامل. و محمد خودش محصولی فراورده از این تمدن نجس، از این تمدن آلوده، مشوب، در هم ریخته، بی سر و ته، بی قانون، گسیخت لجام گسیخته، بی ادب نسبت به حقوق انسان، بی ادب نسبت به حقوق زن. زن اصلا چه مفهومی داره؟ بجز بعضی جاها که اون زنه حق داره مردان بیشتری داشته باشه، اونم اون جایی که قحطیه. اونم در حقیقت مردش نیست که وقتی یک زنی میره هشت شوهر میکنه، که این که زن مردش نیست که دیگه، اون یعنی همون روسپیخانه سیاره بیچاره. این فرهنگی است که آمدن به ما تهمت میزنن، به ملتی که شهبانو همای رو داشته، به مردمی که شهبانو آزرمیدخت و پوراندخت رو داشته، به ملتی که کیسیاها و دلاوربانوان مرزبان رو داشته، به ملتی که گردآفرید رو داشته، به ملتی که گردیه رو داشته. خواهر بهرام چوبین چه دلاور زنی، چه شیر زنی که در سوارکاری و اندیشه و فکر از هزاران مرد از تمام مشاورین خسرو پرویز بالاتر و برتر بوده. شیرین خودش همچنین.